بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله یگانه معبود بر حق. به برنامه حقیقت بندگی و شرح کتاب گرانمایه اصول ثلاثه یا همون اصلهای سگانه یا همون سه سوالی که در قبر ازمون سوال میکنند، به این برنامه خیلی خوش اومدید و خدمت شما بزرگواران عرض درود و سلام دارم. سلام و رحمت و برکات الهی بر یکایک که شما بزرگواران. هشتمین درس از این مجموعه درس ها رو آغاز میکنیم در خدمت استاد گرامی جناب شیخ هیثم سرهان، مدرس علوم اسلامی در مسجد النبی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و نبدأ الدرس الثامن ان شاء الله. شیخ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اتممنا ولله الحمد والمنه في الدرس الماضي ما يتعلق بالاصل الثاني من الاصول الثلاثه، وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة، وذكرنا مراتب الدين الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. چکیده ای از مطالب درس قبلی رو استاد ذکر فرمودند که در درس قبلی به دومین اصل از اصول سگانه پرداختیم که در رابطه با معرفت و شناخت دین هست، و در این رابطه مراتب سگانه دین ذکر شد و در این رابطه ادله شرعی درباره شناخت اسلام مطرح شد، چرا که یکی از سوالات قبل این هست که دین تو چیست. و در قسمت قبلی ضمن پرداختن به مراتب سگانه دین ادله شرعی درباره دین ذکر شد. نبدأ الان بالاصل الثالث من الاصول الثلاثه و معرفت النبی علیه الصلاه والسلام. و اینک به سومین اصل از اصول سگانه میپردازیم که در رابطه با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است. یکی از سوالات قبر هم همین هست که پیامبر تو کیست. کان السلف الصالح رضوان الله علیهم یلقن الاولاد سیره النبی صلی الله علیه و سلم. سلف صالح و گذشتگان نیک سیرتمون به فرزندان خودشون سیرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو آموزش میدادند. یعنی حتی یحفظ الولد، یقول له لابد ان تحفظ شيء في نسب النبي صلی الله علیه و سلم وفي بعثته وفي دعوته وفي تبليغ للدعوة عليه الصلاة والسلام وكم له من العمر، وعلى هذا يعني يسأل الولد ويجيب. بإن شكل كي بفرزند خودشون یک بخشی از نسب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را آموزش میدادند، بدین ترتیب که درباره بعثت اون بزرگوار به فرزندان خودشون آموزش میدادند، در رابطه با دعوت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مطالبی رو به فرزندان خودشون آموزش میدادند، و اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چه مراحلی از دعوت رو سپری کردند، و به طور کلی مسائل و مطالبی اساسی درباره سیرت اون بزرگوار رو به فرزندان خودشون آموزش میدادند و توجه ویژه‌ای به موضوع داشتند. نعم. نسب النبي صلى الله عليه وسلم، نسب پیامبر صلى الله عليه و آله و سلم، هو از این قرار هست که محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، و هاشم من قريش، و قريش من العرب، و العرب من ذرية اسماعيل ابن ابراهيم عليهما و على نبينا افضل الصلاة والسلام. هذا نسب النبي صلى الله عليه وسلم، یعنی اقل ما يحفظ في نسب النبي صلى الله عليه وسلم. کمترین چیزی که درباره نسب رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم حفظ میشه و باید به فرزندان خودمون آموزش بدیم از این قرار هست که اون بزرگوار محمد نام داشت، فرزند عبدالله، فرزند عبدالمطلب، فرزند هاشم، و از نسل رسول، از نسل پیامبر خدا ابراهیم خلیل علی نبینا و علیه الصلاة و السلام که قریشی بود اون بزرگوار. نعم. له من العمر 63 عام. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم عمر پرخیر و برکتشون 63 سال بود و در دنیا 63 سال عمر کردند. 40 قبل النبوة یعنی بعث، و له من العمر 40 سنه. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم 40 سال از عمر مبارکشون رو قبل از نبوت سپری کردند، یعنی 40 ساله بودند که به پیامبری و رسالت برانگیخته شدند. و 23 نبیا و رسولا علیه الصلاة والسلام. و 23 سال از حیات مبارکشون رو دارای مقام نبوت و رسالت بودند. دقت بفرمایید، 23 سال از عمرشون رو نبی و رسول بودند. نعم، فهو نبی و رسول علیه الصلاة والسلام. بدین ترتیب محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هم نبی بودند و هم رسول. نعم. اول ما نزل على النبي صلی الله علیه وسلم وهو نبی الخمس الآيات الأولى في سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق.
نخستین آیاتی که بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد پنج آیه اول سوره مبارکه علق بود که این در مرحله نبی بودن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود که پنج آیه اول سوره مبارکه علق رو در این رابطه میتونید بخونید. و اول ما نزل عن نبی صلی الله علیه و سلم و هو رسول اول سوره المدثر، آیه مدثر. و با نزول آیات ابتدایی سوره مبارکه مدثر اون بزرگوار به رسالت برگزیده شد. ولد به مکه و در مکی مکرمه زاده شد. و انزل اول ما انزل علیه و بعث به مکه علیه الصلاه والسلام. و آغاز نزول وحی زمانی بود که اون بزرگوار در مکه بود. ثم هاجر الى المدينه علیه الصلاه والسلام. سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه هجرت کردند. و توفی بها علیه الصلاه والسلام. و در مکه و در مدینه هم وفات نمودند. و دفن علیه الصلاه والسلام في حجره عائشه ام المؤمنین رضی الله عنها. و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در حجره یعنی در اتاقه که ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها به خاک سپرده شدند. الى من بعث علیه الصلاه والسلام. تا زمانی که برانگیخته بشن در همونجا خواهند بود. هل بعث للعرب؟ آیا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فقط برای عرب ها برانگیخته شدند؟ سوال اینه، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به سوی چه کسانی برانگیخته شدند؟ او اهل الجزیره؟ آیا فقط برای مردم شبه جزیره عربستان برانگیخته شدند؟ بعث الى الثقلین الجن والانس. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به سوی دو گروه انس و جن، انسان ها و جنیان، همه اونها به سوی همه اونها برانگیخته شدند. ما معنی هذا؟ معنای این سخن چیست؟ ان كل من بلغته دعوه محمد صلی الله علیه و سلم ولم يؤمن به فهو كافر كائنا من كان، يهودي او نصراني او مجوسي او ملحد او ما الى ذلك. معنای این سخن که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به سوی همه انسان ها و جنیان فرستاده شدند این هست که هر کس که دعوت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به او برسد و به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ایمان نیاورد او کافر است، یهودی باشد یا نصرانی باشد یا مجوسی باشد یا ملحد، هر کس که دعوت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را نپذیرد او کافر است. فالیهود والنصارى الذين في زمن عليه الصلاه والسلام بلغتهم الدعوه الذين في زمن اليوم اذا لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم هم كفار. یهودی ها و نصرانی هایی که در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بودند و دعوت بهشون رسید ایمان نیاوردند و اونها کافرند و این یک اصل و قاعده است که هر کس که به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ایمان نیاورد او کافر هست. الى ماذا يدعو النبي صلی الله علیه و آله؟ ما هي دعوه النبي صلی الله علیه و آله؟ دعوت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چی بود و اون بزرگوار به سوی چه چیزی فرا می‌خواندند؟ يدعو الى الاسلام. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به سوی اسلام دعوت می‌کرد. الى عبادت الله وحده ولا شريك له. به سوی عبادت الله متعال دعوت می‌دادند و اینکه الله به یگانگی عبادت و پرستش بشه و هیچ چیز و هیچ کس با او پرستیده نشه. و ينهى عن الشرك. و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از شرک نهی می‌فرمودند و منع می‌کردند. اذا لابد ان تكون هذه دعوه اتباع النبي صلی الله علیه و سلم من بعده. لذا دعوت پیروان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هم باید همین باشه که به سوی الله دعوت بدند و به سوی توحید دعوت بدند و از شرک نهی بکنند. هل النبی صلی الله علیه و سلم بلغ هذا الدین او بقی شیء لم یبلغه النبی صلی الله علیه و سلم؟ یک سوال اساسی این است که آیا پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم دین رو به طور کامل تبلیغ کردند و رسوندند یا نه چیزی از دین باقی موند و باقی مونده و اون بزرگوار اون رو تبلیغ نکردند؟ نعم والله بلغ النبی صلی الله علیه و سلم اتم بلاغ. بلکه قسم به الله که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به کامل ترین شکل دین رو تبلیغ کردند و هیچ چیزی از دین نگذاشتند مگر اینکه اون رو ابلاغ فرمودند. ما معنی هذا؟ معنای این سخن چیه؟ ان لا یستطیع احد ان یضیف لهذا الدین شیء. معنای این سخن این هست که هیچ کس نمیتونه هیچ چیزی بر این دین اضافه بکنه. و ان یبتدع فی دین الله. یا اینکه بخواد در دین الهی نوآوری بکنه و چیز جدیدی بیاره. او یقول رأیت النبی صلی الله علیه و سلم فی المنام و قال اصنعوا کذا و کذا. یا ادعا بکنه که من پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو در خواب دیدم و فرمودند که چنین و چنان بکنید. لأن الشریعة تثبت من الكتاب والسنة لا من المنامات ولا من القصص.
برای اینکه شریعت از کتاب و سنت ثابت میشه و نه از خواب و نه از کتاب‌های دیگر و نه از قصه ها و داستان پردازی هایی که برخی ها میکنند. و فرضت علیه الصلوات المفروضه و هو بمکه قبل الهجره بثلاث سنین، و پنج نماز بر ایشون و امت ایشون فرض و واجب شد زمانی که ایشون در مکه بودند و البته 3 سال قبل از هجرت. عندما اسری به علی الصلاه والسلام من مکه الى بیت المقدس ثم المعراج من بیت المقدس الى السماء السابعه، و این زمانی بود که اون بزرگوار رو در شب معراج و اسراء از مکه به بیت المقدس و از بیت المقدس به آسمان ها بالا بردند. و اکرم الله سبحانه و تعالی و الاکرام للنبی صلی الله علیه و سلم هو اکرام لامته، و بدین ترتیب با این اسراء و معراج رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم گرامی داشته شدند و این تکریم و گرامی داشتی برای امت اون بزرگوار هم بود. و کلم الله سبحانه و تعالی، و با الله متعال هم سخن شد و سخن گفت. و فرض الله سبحانه و تعالی الصلوات الخمس على النبي صلی الله علیه و سلم و على امتی بنفسه سبحانه و تعالی، و الله متعال خودش، یعنی الله متعال خودش بدون واسطه فرشته مستقیما نماز رو بر امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرض گردانید. نعم، ثم بعد هذا هاجر الى المدینه، بعد از این بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه هجرت فرمودند. و فرضت علیه بقیه الشرائع، و سایر احکام شرعی بعد از اون بود که بر ایشون و امت ایشون واجب گردید. الامر بالمعروف والنهی عن المنکر والجهاد، که از جمله این احکام شرعی امر به معروف، نهی از منکر و جهاد بود. و الاذان، همچنین اذان. و تفصیل الزکاه، و همچنین بیان جزئیات مربوط به حکم زکات. و غیر هذا، و دیگر احکامی که در این رابطه بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد. و هذا هو دین النبی صلی الله علیه و سلم، این دین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. لم يترك شيئا يقرب الى الله الا وامر به، هیچ مسئله‌ای که با اون بشه به الله تقرب جست رو دین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ناگفته نگذاشت، بلکه اون رو بیان کرد که به واسطه اون با یا با اون به الله تقرب می‌جوییم. و اعظم ما امر به التوحید، و بزرگترین وسیله‌ای که با اون به الله تقرب می‌جوییم توحید هست. ولم يترك شيء وبعد عن الله الا ونهى عنه، و رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هیچ کار و عملی رو که موجب دوری انسان از الله متعال میشه نبود و نیست، مگر اینکه ذکر کرد که این عمل سبب دوری از الله متعال هست. و اعظم ما نهى عنه الشرك، و بزرگترین مسئله ای که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ازش نهی کرد و انسان رو از الله دور میکنه شرک هست. ترک الامه على بيضاء نقيه صافيه واضحه لا يزيغ عن هذا الطريق الا هالك، نسال الله عافيه والسلام. و رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم امتش رو بر یک راه استوار و روشنی که درش هیچ کجی و ابهامی نیست بر همچین راه روشن و واضحی ترک فرمود، و تنها کسی از این راه منحرف میشه و به در میشه که خودش رو در هلاکت و خسارت و نابودی می اندازه. اسأل الله سبحانه و تعالی ان يجعلنا من اتباع عليه الصلاه والسلام و ان يجمعنا به في الفردوس الاعلى من الجنه. از الله متعال می خواهیم که ما رو جزو پیروان محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم قرار بده و ما رو از همراهان او در بهشت برین. ممنون و سپاسگزارم که تا پایان این درس با ما همراه بودید. یکایک که شما بزرگواران رو به الله یگانه معبود بر حق می سپارم. الله نگهدارتون.